سلام، درود به همه کامیک فکسی های عزیز. حالتون چطوره؟ من عرفان هستم و امروز قصد داریم برای شما عزیزان در رابطه با این که چرا دکتر استرنج تونی استارک رو داخل فیلم اونجرز اندگیم به فنا داد صحبت کنیم. بله، خب هممون میدونیم که تونی استارک داخل فیلم اندگیم جونش رو از دست داد، ولی چرا این اتفاق افتاده؟ خب اگر شما برای بار اولی که به کانال ما سر میزنید، با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله سایر ویدیوهایی که واسهتون میسازیم ما از دست ندید، و اگر دوست داشتید میتونید پیج اینستاگرام ما رو که آیدیشو براتون توی دیسکریپشن گذاشتم فالو کنید. خب فکر نکنم حرف دیگه باقی مونده باشه. اگر آماده اید برو بریم سراغ ویدیوی امروز. Let's go. خب بهتر بریم نگاهی به نقشه نهایی دکتر استرنج و اینکه چجوری کلک سوار کرده تا از شر قهرمان دوست داشتنی نابغه بیلیونر عیاش و دختر باز ما خلاص بشه بندازیم. دکتر استرنج و تونی استارک برای اولین بار توی جنگ ابدی همدیگر رو در زمان معرفی بروس بنر دیدند و یک تیم مخالف تشکیل دادن تا از سنگ ها محافظت کنن و به تانوس ضربه بزنن. بعد از اینکه دکتر استرنج توسط ابونی ما دستگیر شد، تونی به همراه اسپایدرمن سوار سفینه شدن تا استاد هنرنمایی عرفانی رو نجات بدن. تونی بعد از اینکه ابونی ما رو از پنجره استراری به فضا پرتاب کرد، نقشه‌ای کشید که با تانوس در جهان خودش ملاقات کنه. اون سه نفر به محض ورود با استار لورد، درکس، مانتیس و بعدش هم نبیولا روبرو شدن. وقتی این نیروی درهم و برهم از قهرمان‌ها آماده مبارزه شدند، دکتر استرنج کاری کرد که حدود 5 سال و نیم بعد رو شکل میداد. وقتی اونها داشتن در مورد نقشه جدیدشون بحث میکردن، استفان استرنج با استفاده از سنگ زمان وارد فاز مدیتیشن شد تا بره جلوتر و نتایج مبارزه رو پیش بینی کنه. استرنج اعلام کرد که تنها یک نتیجه از همه اون نتایج منجر به پیروزیشون میشه. ناگهان تانوس از راه رسید و اعضای تیم در ویرانه تایتان ها باهاش مبارزه کردند و یک لحظه مانتیس تانوس رو در حالت اغما قرار داد و وقتی که نیمه بیهوش بود، اسپایدرمن دیگه داشت دستکش رو از دستش در می آورد که استار لورد متوجه گم شدن گامورا شد و مشتی به صورت مد تایتان زد و هوشیارش کرد و همون لحظه دستکش رو گرفت. بعد از اون تانوس به طرز افسانه‌ای با دکتر استرنج و بالاخره تونی استارک مبارزه کرد. اوضاع به حد اعلی رسید و نه فقط تونی بلکه تانوس هم آماده ی دریافت آخرین انفجار بود. بعد از اون تانوس اعلام کرد که دکتر استرنج باید همه رو از دست بده یه سنگ زمان رو. در این صورت تانوس زندگی استرنج رو بهش برمیگرده. و بعد از اونم که داستان میدونید دیگه، تانوس وارد واکاندا شد و انتقام جوها رو تیکه پاره کرد و اینقدر پیش رفت تا بتونه از ویژن ماین استون رو بگیره. اما بعدش اون ملاقات بدی با استون بریکر داشت، اما هنوز هم با تکون دادن انگشتاش میتونست نصف جهان رو با خاک یکسان کنه و این کارم انجام داد. اون به گاردن فرار کرد و با لبخند به جهانی که ظاهرا حق شناس بود نگاه میکرد. دو هفته بعد قهرمان هایی که باقی مونده بودند در محوطه انتقام جوها دور هم دیگه جمع شدن و تصمیم گرفتن به لوکیشن تانوس برن. سور وقتی فهمید که تانوس سنگ ها رو خراب کرده، دوباره تانوس رو با استون بریکر روبرو کرد. این بار بخششی هم در کار نبود. با از بین رفتن تانوس و سنگ ها، جهان بعد از 5 سال به یک جای جدید تبدیل شد. توی همین موقع بود که اسکات لنگ از قلمرو کوانتوم برگشت و ایده سفر در زمان رو توی سر تونی انداخت. و تونی تصادفاً وقتی که داشت شب دخترش رو میبرد توی رخت خوابش، ایده سفر در زمان رو اختراع کرد. انتقام جوهایی که باقی مونده بودن هر کدوم به سه زمان مختلف سفر کردن تا سنگ ها رو پیدا کنن و توی این مسیر دوستاشون رو از دست دادند. اما هالک دستکش آهنی رو پوشید و از سنگ‌های ابدی استفاده کرد تا همه کسایی که از بین رفته بودن رو برگردونه. یک اشتباه توی نقشه باعث شد که ورژن گذشته تانوس وارد زمان حال بشه و جنگ راه بندازه. اون نقشه جدیدی برای استفاده از سنگ‌های ابدی ریخت تا تمام زندگی رو از بین ببره و دوباره از هیچ همه چیز رو بسازه. به هر حال انتقام جوهایی که با خاک یکسان شده بودند برگشتن و به دوستاشون ملحق شدن تا بتونن نیروهای تانوس رو سرکوب کنن. دکتر استرنج توی آخرین تلاشاش دید که تونی 6 سنگ ابدی رو از تانوس دزدیده و ازشون داره استفاده میکنه تا تایتان دیوانه و ارتشش رو با خاک یکسان کنه. متاسفانه اشعه هایی که از اون سنگ ها ساطع میشد برای یک انسان عادی خیلی زیاد بود و پایان یکی از قوی ترین قهرمان های جهان رو رقم زد. همه این اتفاقا از اون مدیتیشن گرفته تا حرکت آخر تونی همه جزی از نقشه دکتر استرنج بود. گذشته تونی چیزی بود که باعث میشد دکتر استرنج بخواد از بینش ببره. تئوری باور نکردنی وجود داره و اونم اینه که دکتر استرنج یک دروغگوی بزرگه. اون گفت که فقط یک نتیجه وجود داره که اونها توش پیروز بشن. اما در واقع منظورش اون چیزی که همه فکر میکردن نبود. منظورم اینه که اون میلیون ها نتیجه رو دیده بود و ممکنه نتایج دیگه ای هم وجود داشته باشه که توش تانوس شکست میخوره. انتقام جویان به خصوص اسکارلت ویچ و کاپتان مارول بر نیروهای تانوس غلبه کردن. اونا میتونستن سنگا رو بدن به والکری تا ببره به آزگارد جدید تا اینکه نیروهای تانوس شکست بخورن و سپس میشد که اونا رو به زمان درست فرستن. یعنی میشه گفت به هر زمانی که خودتون میخواید. احتمالش خیلی زیاده که استرنج نتایج زیادی که منجر به شکست تانوس میشد رو دیده باشه.
اما نتیجه‌ای که اون ازش حرف میزد هم تانوس رو شکست میداد و هم توش نابودی تونی استارک رو میدید. بنابراین استرنج نتایج زیادی که توش تانوس شکست میخورد رو دیده بود، اما از اونی که توش تونی هم از بین میرفت اسم بود. اما استرنج چرا دروغ گفت و باعث نابودی تونی استارک شد؟ تونی استارک در زمینه خرابکاری توی MCU گذشته طولانی داره و اسکارلت ویچ هم گفته که تونی استارک حرفای زد و نقیزی در مورد خراب کردن جهان و حفظ کردن اون زده. فقط به عصر اولتران نگاهی بندازید. تونی اولتران رو خلق کرد. اولتران هیولایی بود که تقریبا سیاره رو نابود کرد. اون حتی باعث خلق شدن چند تا شرور دیگه هم بوده. اما خب نمیشه منکر این شد. همونقدر که ما عاشق تونی استارک هستیم، اونم هم به همون اندازه دردسر درست کرده. احتمال زیادی به خاطر اینه که دکتر استرنج توی سفرش به آینده دیده که به دنبال خرابکاری‌های تانوس، تونی با عصبانی مبارزات جدید بوده. چی میشه اگر تونی بخواد سنگ‌ها رو به جای اینکه برگردونه نگه داره؟ قضیه یکم پیچیده است، اما خب اگر استرنج دیده باشه جهان بدون تانوس و تونی اوضاع بهتری داره چی؟ خب تونی به عنوان عالی‌ترین قهرمان در همه زمان‌ها اعلام شد و تو فکر این نبود که دردسر دیگه‌ای هم درست کنه. امکان این وجود داشت که تونی نیاز به رفتن داشته باشه. بنابراین قهرمان‌های مثل آیرون هارت، آیرون لد و حتی اسپایدرمن میتونستن در غیاب اون پتانسیل‌هاشون رو نشون بدن. اما خب در حال حاضر با اومدن کانگ فاته، احتمالاً استرنج متوجه شده که کارهایی که تونی برای حفاظت از جهانشون کرده، کانگ رو سریع‌تر به اینجا کشونده. منظورم اینه که دلایل زیادی وجود داره که استرنج بخواد رفتن دوستش رو ببینه. البته استرنج اینجا آدم بدی نیستا. مثلا وقتی که دوستش داشت خودش رو برای جهان قربانی می‌کرد، به زور اشکش رو نگه داشت، اما میدونست که همینه که هست و به خاطر جهان این کارم. درسته استرنج زندگی تونی رو نجات داده، اما تونی رو به همراه تانوس به درک فرستاده. و خب این قضیه دکتر استرنج رو به شخصیتی که مایل برای حفظ جهان هر کاری کنه تبدیل کرده. اون بیش از هر کس دیگه ای سوالات فلسفی به ذهنش رسید تا با جنگ ابدی و اند گیم کنار بیاد. و معلومم شده که اون چند سال پیش یک جراح مغز و اعصاب بوده و ممکنه مرتکب اشتباهی شده باشه. اگر جادوگر اعظم توانایی این رو داشته باشه که اینجوری دوستش رو قربانی کنه، بنابراین هیچ کس دیگه ای در امان نیست. واندا قبلا خودش رو به عنوان یک تهدید بزرگ برای جهان ثابت کرده بود. لوکی هم مسئول انفجار مولتیورس و بازگشت کانگ هست. و خب کی میدونه که استرنج توی مبارزش با کانگ راهی رو برای نابود کردن یکی دیگه از تهدیدات بزرگ پیدا نکرده؟ آیا میراثی که تونی از خودش به جا گذاشت همیشه بهترینه؟ بله، در واقع اون بعد از تمام کارهای خوبی که برای جهان انجام داده استراحت میکنه. ما توی سر استرنج نیستیم و همیشه شک داریم که آیا فقط یک نتیجه وجود داشته یا نه. شما باور میکنید که استرنج باعث شده که یک قهرمان خودکشی کنه؟ به نظر من که آره، نظر شما رو نمیدونم. و اینکه احتمال میدید نفر بعدی که دکتر استرنج بخواد قربانی کنه چه کسی باشه؟ حتما نظراتتون رو بهمون توی کامنت ها بگید. و اینکه خیلی ممنون تا اینجا همراه ما بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، با لایک و سابسکرایبتون و معرفی ما به دوستاتون ازمون حمایت کنید. و تا یک ویدیو کامیک فکس دیگه، خدا نگهدار.